هدفش صرفا گرد همایی و آوردن اساتید دانشگاه ها بود، در درجه اول اساتید دانشگاه ها در آمریکا، یعنی کسانی که تجربه های علمی، تجربه های فرهنگی، تجربه های پزشکی بسیار عمیقی در سیستم های غربی، سیستم های پیشرفته دارند، که اینها هر یک چارچوبایی جمع شن. میگم چارچوبی که من مرتب تکرار میکنم، اینها انسان هایی هستند آزاده، انسان هایی هستند متعهد که ایمان دارن و تعهد دارن به یک جمهوری آزاد، آباد، مستقل و سکولار. خب ما خیلی چیزها رو اینجا ها یاد گرفتیم، خیلی چیزها رو از دانشگاه های آمریکا یاد گرفتیم، خیلی چیزها رو از محیط های صنعتی آمریکا یاد گرفتیم و اینو میتونیم در همکاری با همکارانمون در ایران به صورت قدم های اولیه برنامه ریزی یک ایران آزاد پیش ببریم. البته خب واقعا قبل از اینکه اینها به مسائل عملیش برسه، خب ایران باید آزاد بشه. بنابراین همون جوری که توی اعلامیه همون هم نوشته، اولین مسئله ما حمایت از تظاهرات دانشجویان، دانشگاهیان و تظاهرات همه مردم ایران هست برای یک ایرانی آزاد. این چارچوب ها ما داریم افراد و هر کسی رو دعوت میکنیم که با اعتقاد به این چارچوب ها بیاد، با هر نظر سیاسی، با هر بک‌گراند سیاسی، به صورت مستقل. این تشکیلات، این نتورکی نیست که به هیچ سازمانی، به هیچ سیاستی، به هیچ تشکلاتی بستگی داشته باشه. این یک نتورک مستقل، این یک شبکه مستقل. مثلا اگر که کسی اعتقاد داشته باشه که اصلاحات در همین رژیم امکان داره، خب این نمیتونه به نظر ما بیاد برای بازسازی ایران کار کنه، چون اصلاحات و بازسازی در این رژیم جایی نداره. یا اینکه 100 سال مبارزه مردم ایران و دستاوردهاشون رو برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک ما نمیتونیم ندیده بگیریم. اینجاست که میگم سرمشق میگیرم و یاد میکنم از دکتر محمد مصدق، دکتر محمد ملکی، دکتر منوچهر رضاخانی یا خیلی خیلی از دانشگاهی های دیگه که در این مدت جونشون رو گذاشتن، هدفشون رو گذاشتن برای رسیدن به یک ایران آزاد. ما اعتقاد داریم که مردم میخوان همیشه رهبر خودشون رو خودشون انتخاب کنن. به عنوان پژوهشگران جز این نمیتونیم چیزی بخوایم. ما اصلا جز برنامه‌مون نیست که اینجا رهبر انتخاب کنیم یا به مردم ایران بگیم که چه کار کنن، ولی در این چارچوب، خارج از این چارچوب هم به نظر من نمیشه برای یک ایرانی آزاد برنامه‌ریزی کرد.